سلام بچه ها، من برگشتم با یه ویدیو دیگه از چنل پتومت. امروز اومدیم با هم دیگه چند تا توییت بخونیم، توییتی که درباره حیوانات توی این چند وقت زده شده. برای پیروز و احتمال انقراضش اولین توییتی که میخوام بخونم و احتمالا خیلی هاتون دیدین، چون یه مدت هم توی اینستاگرام و هم توی توییتر خیلی ترند شده بود. این آقا کوچولو هم دیروز چشمه پاشو زخم کرده بود، امداد شد و الان حالش خوبه. لطفا اطرافتون رو نگاه کنید، خصوصا جاهایی که درگیری میشه. حداقل کاری که میتونید بکنید بهشون آب و غذا بدید. توی این شرایط کمترین کاری که ما میتونیم برای حیوانا انجام بدیم اینه که براشون آب و غذا بذاریم، مخصوصا حیوانایی که توی شهر زندگی میکنن. حواسمون به پناهگاه‌های حیوانا باشه توی این شرایط، برای اینکه همه مردم درگیر اتفاقایی که داره میفته خیلی 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 کمتر میتونن به پناهگاه سر بزنن، بهشون کمک کنن. اگه میخواین کمک جمع‌آوری کنین، اگه میخواین کمکی کنین، بهتر که سراغ پناهگاه حیوانا برید، چون الان اونا توی این شرایط خیلی 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 شرایطشون سخته. تو گاز اشکاورشون نفس نکشید دیگه. این عکس یه مدت خیلی ترند شد، با تکستای مختلفی واسش مینوشتن و این عکسو براش میذاشتن. هیچی هم نمیشه گفت بابا. امروز مدام بچه گربه مرده میدیدم اطراف بلوار کشاورز و دانشگاه. دوستم گفت به خاطر گاز اشکاور. خیلی میبجنید، خیلی میشرفید. میدونم درخواست زیادیه، ولی اگه خونتون اون اطرافه خیلی خوب میشه برای یه مدت کوتاه پناه بدیم به این بچه ها. دقیقا تو خیابون کارگر سر خیابون مصری که بیشترین حجم گاز اشکاور رو زدن، 5-6 تا گربه بی حال و مریض افتاده بودن. من اینکه وضعیتش وخیم‌تر بود و چشمش خون اومده بود و بردم کلینیک. دمت گرم. ولی من حتی به مادر بچه گربه هایی که به خاطر گاز اشکاور این مدت مردن فکر میکنم. من یه ویدیو ساختم که توش بهتون توضیح دادم که اگه با یه حیوانی مواجه شدین که در معرض گازهای اشکاور قرار گرفته بود چیکار باید بکنید. حتما این ویدیو رو ببینید و اگه فکر می‌کنید برای کسی مفیده این ویدیو رو براش بفرستید تا بتونید جون چند تا حیوانم که شده نجات بدید. این خارجی‌ها اگه بدونن اینجا سگ و گربه داشتن، ممنوع از مظلومیتمون خون گریه می‌کنن. وقتی فکر میکنم چند تا گربه مثل سلن من تو خیابونا با گاز اشکاور مردن، جیگرم آتیش میگیره، مخصوصا بچه گربه هایی که توی این مدت مردن و ما فقط جنازه هاشون رو دیدیم. اسم این گربه غم ایرانه. غمگین ترین چشمایی که توی زندگیم دیدم و داره. پاشدم رفتم بیرون، مفیدترین حرکتی که انجام دادم به این گربه غذا دادم. حواسمون بهشون باشه که چقدر این روزا ممکنه بترسن. خیلی 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 تحت فشار قرار میگیرن گربه ها وقتی که صدای بلند میشن، صداهایی مثل انفجار، باتوم، هر صدایی که ممکنه بهشون استرس و حتی حمله عصبی دست بده، ممکنه براشون خطرناک بشه. میشه بعد از آزادیمون یه کتاب درسی جدید برای مدارس اضافه کنید با عنوان آموزش رفتار با حیوانات. هر بار میرم به گربه های خیابونمون غذا بدم، بچه ها رو میبینم که بهشون لگد میزنن یا اذیتشون میکنن. گناه دارن این موجودات مظلوم. خیلی به آموزش نیاز داریم، مخصوصا آموزش رفتار با حیوانات، چون اصلا خیلی آدم ها هستن که نمیدونن با حیوانات چجوری رفتار کنن، نمیدونن با چه حیوانی چه رفتاری رو بکنن. رفتاری که با گربه میشه نباید با سگ بشه، رفتاری که با سگ میشه نباید با پرنده بشه. تمام اینا باید به هر کدوم از این آدمایی که این چیزا رو نمیدونن آموزش داده باشه. به اندازه تک تک نفسایی که اون بچه گربه‌ای که امروز تو جاده با تن بیجونش افتاده بود کشیده، و هر بچه گربه‌ای که تا الان زدیم کشتینش. گربه همسایه‌مون وقتی ناراحت باشی میشینه کنارت گریه میکنه. مثل گربه‌های همسایه‌مون باشین، انقدر بیخیال و وقیح نباشین نسبت به اوضاع حال حاضر. گربه‌ها خیلی حس آدم ها رو میفهمن، سگا میفهمن، ولی به نظر من گربه ها خیلی بیشتر حس آدم ها رو میفهمن و میتونن ناراحتی آدم ها رو درک کنن. من توی خیابون سر گربه ولگرد میبینم، اسم غذا رو بهش میدم، ولی تو با تیر و گاز اشکاور میکشیش، ما مثل هم نیستیم. ولی من حتی از جون اون گربه‌ای که شما کشتینش، اذیتش کردین، گشنگی کشید، تشنگی کشید، لگرد خورد و با گاز اشکاورم نمیذارم. بعد از آزادی وقتی یه کار خوب داشته باشم کلی تتو میزنم، یه دونه گربه میخرم و از زندگیم لذت میبرم. اولا اینکه گربه خریدنی نیست و تو باید گربه رو به سرپرستی بگیری، با هر شکل و قیافه‌ای که دوست داری گربه واسه سرپرستی گرفتن هست. دوم اینکه گربه داشتن یکی از بهترین لذت‌های دنیاست. هر بار که شروین میگه برای پیروز و احتمال انقراضش، این عکسش میاد تو ذهنم و بغضم تبدیل به عشق میشه. بیاین اگه انقلاب کرده پیروز رو به یکی از نمادهای ایران تبدیل کنیم. خیلی خوشگل، برای پیروز و احتمال انقراضش. از 14 سالگی برای حقوق حیوانات زجه می‌زدم، در صورتی که الان توی کشورم انسان‌ها هم حق و حقوقی ندارن و به راحتی کشته میشن. چقدر عکست خوشگله. حیوانات وحشی بیرون از باغ وحش که به نام تیعوغان یاد میشوند، باعث آزار و اذیت حیوانات اهل
شکلی داخل باغ وحش شده است. این حیوان زیبا چقدر وحشت زده معلوم می شود از این جانور وحشی لنگیدار شپشی بدبو. خودم می داند که چه فکر کرده باشد که این جانور از کجا پیدا شده است و به جانش حمله کرد. دارم ویدیوی یوتیوبر آلمانی رو میبینم که داره آهنگ برای شروین رو توضیح میده. رسیده به اونجاش که داره راجع به سگا میخونه. با بهت میگه سگا چیکار کرده بودن؟ با سگا چیکار کردن؟ باورش نمیشه که سگا رو سلاخی کردن. واقعا تقاضا دارم مثل سایر کشورها از حقوق حیوانات محافظت شه. نه تنها دست از خرید و فروش و کشت و کشتارشون بردارید، بلکه تمام حیوان‌آزارا باید مجرم و مریض شناخته بشن و باهاشون برخورد بشه. تمام حیوان‌آزارا باید بند تیمارستان. شما اگه فقط حامی حقوق حیوانات هم باشی، الان باید توی صف اول انقلاب باشی. 100% در اینکه کوچیکترین و کمترین چیزی که توی این اوضاع بهش اهمیت داده میشه حقوق حیواناست. بمیرم واسهشون که حتی حیوانای زبون بسته هم درمان نمونه. از بچگی توی مغزمون کردن مثل سگ ترسید، مثل سگ جون داد، مثل سگ که این حیوان رو راحت بکشن و هر بلایی خواستن سرش بیارن. آخه با وفاتر و با شرفتر و با محبتتر از سگ داریم. پس دیگه سگ و حیوانات رو برای صفات بد به کار نبرن. آقا چند بار بگی به سگ کاری نداشته باشین، هر چی صفت خوب بگی تو این موجود هست. حالا ای شما بگی نگه فلان کار نکنی از سگ کمتری. وقتی ما داشتیم برای فاجعه گندک جر می‌خوردیم، خیلی از همین انقلابی‌ها ما رو مسخره می‌کردن. گفتن 4 تا سگ ارزشی نرفا نداره. حالا می‌بینید همین چیز من وصله، چه 1700 سگ با گوله ساش می بزنه، چه آدمای معترض کف خیابون، اینا از هر چی بترسن میکشن. حتی اگه کشتن این همه آدم هم جوابی نداشته باشه، واسه کشتن 1700 تا سگ زبون بسته بد جوری زبون میخوره. خسته نشدین انقدر کشتین؟ تو این سالها خسته نشدین انقدر کشتین؟ امروز سوم مرداده، از 6 صبح جاده رو بستین. من از 6 صبح سر جاده گندکم اجازه نمیدین. مظلوم ترین سگ اینجا بودی بچه خدا. من که میدونم وقتی سه تا یگان ویژه میاد فوش مادر به من میده، میگه تو چه کاره ای؟ ببینی پاشا چجوری با سیم بستن، بعد تو اینجاش تیر زدن، عقیم شده به پلاک 040. اینا به جون حیوانم رحم نمی کنن. اون وقت ادعای حقوق بشر دارن. دو ماه پیش مرداد ماجرای قتل عام 1700 تا سگ در پناهگاه گندک و خاطرتون که نرفته. شما با عقاید سمیتون نه تنها به زن و انسان، بلکه به هر موجود دوپایی که ضد شما فکر کنه رحم نمی کنن. چند سال پیشم دو تا گورخر آفریقایی آورده بودن صف و دهش که جفتگیری کنن و زیاد بشن. همه میگفتن چرا اینا بچه دار نمیشن. بعد دو سال فهمیدن که هر دو تا گورخر مادن. عمه منم میتونه به جای اینا بشینه. دو تا گورخر وارد ایران نشد، سه تا گورخر وارد ایران شد. دو تا گورخر ماده و یه دونه نر. اما گورخر نر قبل از اینکه اصلا پاش به صف و دهش برسه جون خودشو از دست داد. دو تا گورخر ماده بعد از یه مدت به خاطر استایل زندگی افتضاحی که توی اون شریعت داشتن جون خودشونو از دست داد. برای سگهای بیگناه ممنوعه. سگایی که از ایران رفتن، آدمایی که توی ایران سگها رو درمان میکنن، حالشون رو خوب میکنن و بعدش هم به بیرون از ایران به آدمایی که اون سگا رو میخوان واگذارشون میکنن. توی ایران سگ داشتن خیلی شرایط خاصی داره و هم آدم باید از نظر روانی خودش اوکی باشه واسه نگهداری از یه سگ و هم باید شرایط جامعه اوکی باشه واسه نگهداری از سگ، که توی ایران خیلی از ماها هر دو این شرایط رو با هم دیگه نداریم. واسه همین اونا وقتی کل خرج میکنن، کل نگهداری میکنن از یه سگ، واگذارش میکنن به خارج از ایران که هر دوی این شرایط رو دارن و این کارشون هم واقعا یه کار منطقی به حساب میاد. خیلی از این سگایی که از ایران رفتن و واگذار شدن تحت آزار و اذیت خیلی 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 شدید قرار گرفته بودن، دقیقا مثل ایران که زنده زنده 14 دست و پاشو بریده بودن و انداخته بودنش یه گوشه. اما الان داره توی یکی از بهترین ویلاها توی جت شخصی صاحب زندگی. و مثل آسمان سعی که توی بلبل نواز مشهد هدف تیر و کمان یه حیوان آزار قرار گرفته بود، اما الان میتونه آزادانه توی کشوری مثل آمریکا قدم بزنه و برای حمایت از دوستاش که توی ایران توی تظاهرات شرکت کنه. برای سگ‌های بی‌گناه ممنوعه، برای
یه اتفاق خیلی خوبی که توی این چند وقت افتاد بازگشت دورنای امید بود که زودتر از همیشه به ایران اومد. در این ناباوری و بهت و حیرت همگان، امید تک دورنای سیبری پس از 15 سال تنهایی باز هم به ایران بازگشت. در زمستان سال 86 سه دورنای سیبری در فریدون کنار به زمین نشستند. همان سال یکی از دورناها با شلیک گلوله کشته می شود. دو دورنای دیگر سال بعد هم به ایران باز می گردند که متاسفانه باز هم یکی از آنها با شلیک گلوله کشته می شود. فقط امید باقی می ماند. او 15 سال است که به عنوان تنها ترین پرنده دنیا هزاران کیلومتر را بین صحراهای سیبری و طالب فریدون کنار به تنهایی در رفت آمد است تا نماد مقاومت شود، تا امید را در دل همگان زنده نگه دارد. فقط امید باقی می ماند، چرا که امید را نمی توان کشت. علیرضا شهرداری که طی 6 ماه گذشته در اتاق 12 متری زندگی می‌کند و شب‌ها در کنار پیروز می‌خوابد. گهگاهی هم با خیس شدن لباسش که ناشی از ادرار پیروز است از خواب بیدار می‌شود. پیروز علیرضا را به عنوان تنها دوستش قبول کرده و تاب جدایی‌اش را ندارد. گربه‌ها هیچ وقت تسلیم سیستم نمی‌شوند. گربه ایران ماسترمی که خسته نشه. واکنش گربه وقتی میشنه توی اخبار گفتن توی برلین برای گرونی سوخت ریختن بیرون. 25 روز پیش گاز اشکاور باعث آسیب دیدن چشم ها، سوختن صورت و قرنیه‌اش میشه. یکی از هموطنان مسئولیت پذیر پیداش میکنه روند درمان ادامه داره و حالش خیلی بده. یه نکته خیلی خیلی مهمی که باید بهتون بگم اینه که چند روز پیش کلینیک دامپزشکی پویا پت یه پست رو توی اینستاگرامش گذاشته بود و نوشته بود که با سلام، با توجه به اتفاقات اخیر اگر سگ یا گربه در خیابان دیدین که دچار آسیب در اثر برخورد گلوله یا گاز اشکاور شده، کلینیک دامپزشکی پویا پت به صورت رایگان تمامی کارهای درمانی این بچه‌ها رو انجام خواهد داد. پس اگه توی این مدت سگ یا گربه رو دیدید که دچار صدمات ناشی از گازهای اشکاور یا گلوله بود، حتما به کلینیک دامپزشکی پویا پت ببرید. شب تویم کنار هم دیگه جون چند از حیوانامونم که شده نجات برای سگهای بیگناه ممنوعه برای. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. اگه دوست داشتین ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و چنل رو سابسکرایب کنید. فعلا.